صبح را با پیروزی آغاز میکنیم هموطنان عزیز سلام صبحتان بخیر ارزوی صحت و سلامتی بر همه شما خوبان داریم کسایی که بیننده هستند برنامه صبح زندگی را و پیروزی را باز هم بر هم افغانستان هم افغان ها تبریک و تهنیت درز میکنیم خوشبختانه بویم که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت 2023 هندستان دیشب همچنان لبخند را برمغان آورد و خوشی که در بین مردم و خصوص در بین افغان ها چی در افغانستان و یا هم بیرون از افغانستان بود باز هم پیروزی ما مبارک باشد در بخش نبض سلامتی هستیم جناب دکتر صاحب عبدالستار زرداد استاد پانتون پا و متخصص امراض داخل با ما است در مورد موضوعی که انتخاب کردیم آماس و یا پونیدگی پاها بیشتر صحبت های می داشته باشیم جناب دکتر صاحب سلام صبح بخیر پیروزی ما باز هم مبارک سلام احمد بزرگوار خدمت شما و خدمت همه بیننده های عزیز ما که ما را میبینند ما همچنان به نوبه خود مبارک میگم انشالله که همیشه همه تو بدرخشن درخشش هر فرد افغان بر ما و شما یک قوت است و افتخار بله. است بله بله. موضوعی که انتخاب کردیم در رابطه به حماس یا پونیدگی پاها است بین که بیشتر بدانیم حماس یا پونیدگی پاها چی است در واقع نمایندگی از یک مرض می کنم و یک چلینج است یک چلینج است برای دکتر که بالاخره پیدا کنن که دلیل عجیب پونیدگی چی است اگر خداینا اینا کدف یک فرد متوجه میشه که یک پایزی پندیده چند احتمال وجود داره یا ورید بند است امه. یا شریان بند است یا کدام موضوع التحاب شیریان یا ورید هست یا خو هم موضوع در ازله هست ورید ادف از امو ترومبوز یا دیویتی؟ کاملا حالا سل کنین مثلا اگر یک ورید بند میشه عامل میتونه که دیویتی باشه اگر یک شریان بند میشه بازم میتونه که عامل دیویتی باشه یا مثلا کدام لخته دیگی شود شده از طرف قلب آمده شریان بند کرده یا خو هم میتونه که مشکلات در ازلات نهایت باشه یا میتونه مثلا مشکلات جلدی باشه که بازور دکتر تصمیم میگیره کتگوریش کنه عمده ترین عامل مخصوصا در یک طرف اگر پندیدگی می باشد جمله شما دیویتی هست دیوین ترومبوز یا بندش رگای عمیقی که در پاها وجود داره. امه. پیش کدام افراد زیاد مساعد است کسایی که واریکوز وین دارن واریکوز وین ما اونو حالات را میگیم کسایی دیده باشین مثلا در پشت پاش امیرگایش به شکل معوج میشه سبز رنگ اه. بسار دردناک میباشن بله کسایی که واریکوز وین دارن پیش از اونو زیاد مساعد است که دیویتی پیدا شد و بند شد دوم کسایی که در یک ماه گذاشته عملیات کردن و ای افراد برای حدی روز در بستر محکوم بودن اه. کسایی که طولانی داشتن اه. مثلا در تهره سفر کردن برای اضافه تر از چهار ساعت پای قد بوده؟ این مثلا به این شکل ما عدم تحرک بله عدم داشته و سبب بندش رگا در نهایت شده اینی افراد زیاد خطر مواجهشان هست یا کسایی که به طور مثال سرطان ها دارن <applause> کسی که سرطان داره کسی که سفر میکنه کسی که عملیات میکنه کسی که مثلا در بستر محکوم است اگر خدای نکده یک طرفه یا دو طرفه پوندیدگی پای پیدا میکنن کنند نهایتا مراجعه کنند پیش دکتر تا دلیل معلوم شود یک بحثی بس بسیار جالبی است که اگر وین یا ورید محدود می باشه اه. بند می باشه پوندیدگی پیدا میشه. وقتی که شما شست تانه می ساعت ساحت شخور می اما نهایت گرم تر است اه. اما اگر باز در یک حالتی است که شیریان بند میشه ورید نی و اگر شیریان بند میشه دو حالت واسفی بسیار مشخص میته یکی که نهایت سیاه میگرده و باز در زمین از او سرد میباشه چون جریان و خون نیست ساحه گرمی نداره. اگر یک کسی پاش پندیدگی پیدا میکنه ساحه سردی داره و سیاه میگرده رنگ کبوده پیدا میکنه مطمئنا شیریان بنده است و به زودترین فرصت باید مراجعه شد مشابه به یک سکته قلبی اگر طول میکشه خدای از نهایت از بین میره. مثلا جریان و خون بند است تمام انساد نکروز میکنه و در این صورت باید پای قطع شما اگر اینکه به زودترین فرصت مراجع میشه باز میشه که جلو از او گرفته شما اما بحث دیگه کی هست یک مریض پیش میگه هر دو پایم پوندیده دکتر سید حتی نمیگه پوندیده میگه دکتر سید دمی روزا وقتی که راه میگردم تو اگه احساس گرنگی میکنم خیال می پایم کس چیز را بند کرده وقتی که ما مثلا ساینای فیزیکی را میبینیم میبینیم که پایا پوندیدگی داره ایدیم داره مریض اگر دو طرفه می باشه باز ما ماین فیزیکی انجام میتیم در نهایت به چند چیز مشکوک میشیم احتمالاً یا مرض قلبی هست احتمالا یا مرض گرده هست که ما نفراتیک سندروم برش میگیم و یا خواهم احتمالا جیگر هست امروز متعدد دیگه که سبب کرونیک وینس انسفیشنسی میشه سر از صحبت نمی کنم اما مثل یک یک هشدار به هموطنان ما میگم می که اگر شما هر دو نهایتتان پوندیدگی داره در ظرف یک ما دو ما سه ما شما متوجه شدین که به مرور زمان زیاد میشه پوندیدگی زیاد شده میره و گرنگی نهایت شما مناجات میشه لطفا شما با چند مرض فکر کنین مخصوصا کسایی که شکر دارین به امراض گرده و قلب فکر کنین کسایی که الکل استفاده میکنین یا مثلا زردی یا سفید دارین شما به امراض جگر فکر امه. کنین کسایی که فشار بلند دارین شکر دارین یا مثلا چربی های خون و امثال هم دارین شما به امراض قلبی فکر کنیم بله. یعنی برای ما یک مرض سیستمی که نمود می سازه که باید ما بگردیم بله. و ماینات ما انجام بدیم تا به دلیل اصلی به خاطر پندیدگی پای برسیم راه و قایم داره و کسایی هم که گفتین به این مرض مبتلا میشن خب خطرش هم گفتین یعنی عواقب ناگوار هم داره کاملا مخصوصا چند رقم افراد هم ما برای وقایشان صحبت میکنم مادرایی که حمل دارن در زمان حمل یک پندیدگی پیدا میشه مخصوصا در زمان حمل اگر اینا از جرابای کش استفاده میکنن مناسب افرادی که سفرهای طولانی دارن در تیاره ها در ریل و امثال هم اینا باید از امو جرابای کش استفاده کنن در بیک خودان داشته باشن کسایی که سفر میرن کسایی که مثلا ورزش میکنن یا کسایی که به شکل دوامدار استاده هستند، چون جریان به طرف پایین می فشار در پایین زیاد است اینا اگر از استفاده میکنن زیاد مساعد است که از پندیدگی جلوگیری شود اما پیش کسی که مرض وجود داره و در بیزی مرض پندیدگی ایجاد میشه او وقعه نداره او فقط تداوی داره که باید عامل یعنی مرض تداوی شود تا کی علامه خودش باز از بین بره. فقط چند حالت بسیار عمدی که وجود داره که افرادی که در خطر مواجه هستند مادرایی که حمل دارن با مادرایی که حمل دارن پیش از اینا زیاد مسائل دست گیرگاه خون بن شود با که این مادرم اگر خدای ناکده پایتو تو بندش پیدا میکنه پندیدگی پیدا میکنی کرختی یا حالی پیدا میکنی زودترین فرصت بیش دکتر مراجعه کو هم به خاطر پای تو خطر هست و هم به خاطر تفلک تو میتونه که در خطر نام باشه مراجعه بکنه تا که تداوی بشه. سپاسگزارم هستم از حضورتون جناب دکتر سپاسی که دعوت مرا را بسیار تشکر سپاس از شما عزیزا که بیننده صبح زندگی هستین وقفه داریم دوباره برمیگردیم ما رحم باشید